درود، آرش آرت فروشان هستم با یک آموزش جذاب گیتار آواز دیگه. بچه ها میخوام بالاخره بهتون آهنگ من باهات قهرم امیر تتلوی عزیز یاد بدم. این آهنگ خیلی باحال، خیلی خلاقانه است و امیرم هیچی کم نذاشته توی وکالش. وکال منظورم صدای خواننده است، اجرا و تحریرهای خیلی خفن، همم توی سبک آرنبی. و سورپرایز من براتون اینه که میخوام همه تحریرشو بهتون یاد بدم و امروزم اجرا میکنم. سعی میکنم توی اجرای خودم اکثر تحریرشو بدم، بعدم بیام خوردشون کنم واسه تون آموزش بدم، اما نه توی آموزش های گیتار. من آموزش صداسازی و آوازم دارم توی کانال یوتیوب. بچه ها حتما از جلسه اول ببینید، اونایی که ندیدن برید نگاه کنین. وارماپ یاد دادم، نمیدونم مشکل های صوتی رو گفتم، بعد اومدم تمرین های جالب یاد دادم. خلاصه که هر آنچه که دوست دارین توش هست. بعد میخوام برسم به آرنبی و تحریر این آهنگ. تو یه جلسه هم خلاصه نمیشه، ماشاءالله اینقدر تحریر خفن و باحالی داده تیکه به تیکه این آهنگ که هر کدوم واقعا یه جلسه طول میکشه و شما این تحریرها رو فقط تو این آهنگ استفاده نمیکنید، که توی هر آهنگ آرنبی میتونید استفاده کنید، حتی تو آهنگایی که خودتون میسازین. اگه آهنگسازی منو ببینید، ویدیوهای آهنگسازی، آموزش آهنگسازی رو ببینید، میتونید حتی خودتونم این با این تحریرها کاراکتر بدین به صداتون. همینطوری که قبل از امیرم خب بودن، مثلا کامیار خواننده بلک کتس تحریر آرنبی میداد، قبل از امیر بود مثلا این جریان، خیلی هم خواننده خفنیه اونم، خیلی. و بهتون پیشنهاد میکنم که اجراهای لایوشو ببینید، اصلا این چه آدم خفنی، خواننده خوبیه. خب بریم سراغ این که یه نکته دیگه هم حتی بگم و بعد برم سراغ کردا و ریتم جدید داریم دوچار و بعد برم سراغ اجرای آهنگ امیر عزیز. خیلی ها شاید الان از من انتقاد کنم، بگن که آرش تو خیلی جاها نقد کردی به امیر تتلو، خیلی جاها مثلا باش موافق نبودی، حالا آهنگشو داری یاد میدی. بچه ها من هیچ وقت با موسیقی و صدای امیر تتلو هیچ مشکلی نداشتم، هیچ وقت اینو نقد نکردم، همیشه دوست داشتم موسیقیشو، گوش دادم، صداشم دوست داشتم. بحث نقدهای من بیشتر تو فلسفه مثلا سیاسی بود، اجتماعی بود، شخصیتی بود، اونم خب دیگه نقده دیگه. ایشون هم اگه منو ببینه، آموزش‌های منو شاید ببینه، پیجمو ببینه، حرفایی که میزنم تو پیجمو ببینه، شاید هزار تا نقد به ذهنش بیاد که تو پیجش بگه. حالا بسته به اینه که اصلا بنده خدا فرصت کنه پیج منو ببینه یا نه. حالا من فرصت کردم، پیجشو دیدم، بالاخره من از ایشون سرم خلوت‌تر بوده، تونستم حرفاشو دیدم، حرفاش هم خیلی زود وایرال میشه. خود نگران شدم واسه بچه‌هایی که توی پیج خودم هم هستن، مثلا واقعا نگران شدم، مثلا بچه مثلا دهه 70 دهه 80 دهه 90، الان که بچه‌های دهه 70 دیگه ماشاءالله بزرگ شدن، ولی مثلا اینا دارن نگاه میکنن، خب میتونن تشخیص بدن بعد از خوب یا نه. فقط بحث من همین بوده، باور کنه چیز دیگه ای نبوده. موسیقیش فوق العاده است، صداش هم خیلی دوست دارم. خب بریم سراغش. یک کورد دو جلسه پیش گرفتم به اسم لا ماژور آ، یادم رفت عکسش رو براتون بذارم، عذرخواهی میکنم. به خاطر اینکه بچه‌ها من این آکورد رو توی آهنگسازی هم، من اگه موازی ببینید، من آموزش‌های آهنگسازی هم تو همین کانال یوتیوب هم دارم، که مدام اصلا ساختار این آکوردا رو برای بچه‌های مبتدی هم آموزش دادم. شما اگه آموزش‌ها رو می‌دیدین دیگه لا ماژور رو دیده بودین، اونجا راحت می‌گرفتینش. بهتون پیشنهاد می‌کنم حتما اون آموزش‌ها رو ببینید. خب ببینید این لا ماژور بچه‌ها آ، میگه سیم 4 فرت 2، سیم 3 فرت 2 و سیم 2 فرت 2، همش فرت 2. تو آهنگ حواسم نیست بابک مافی بود بچه‌ها این آکورد. خیلی ها پرسیدن گفتن آرش این چیه؟ این لا ماژوره، آ خالی نوشته میشه، ای انگلیسی. حالا اگه اینو یه دونه بیایم جلو، این میشه همون لا، همون آ، یه هشتگ بغلش که البته دیزه، لا دیز. ولی یه اسم دیگه هم داره، سی بمول، بی بزرگ و بی کوچولو کنارش، که من تو این آهنگ امیر تتلو بی بی نوشتم اسمشو. اینا رو بعدا بهتون میگم دلیلش چیه. اینم بی بی. پس این لا، لا ماژور، یه دونه میاد جلو، ببین همینه اومده جلو، این باره هم اضافه شده برای سیمایی که تو دسترس نیستن، این شکلی کلا شیفتش کردیم جلو شده لا ماژور. اینا رو هم تو آموزش‌های آهنگسازی تئوری موسیقی توضیح دادم این آکورد چجوری ساخته میشه، حتما ببینید آموزش‌ها رو. بچا واقعا این آ لا ماژور، بچه‌ای که گیتار فلامینکو میزنن از جمله خود من، بعضی وقتا اینجوری میگیریم، یعنی انگشت یک میخوابه رو سیم 4 و 3، اینم سیم 2 رو میگیره به این صورت. اگه اینو دیدین یه وقت فکر نکنین چیز عجیبیه، این همون لا ماژوره، آه فقط این شکلی گرفته شده. فقط خود من شخصا بعضی وقتا این بی بی یا لا دیز هم اینجوری میگیرم، با این انگشت کوچولو میگیرم سیم 4 و 3 و 2 رو. اینم اگه وقت تو دست من دیدین بدونین همین اینه دیگه، من بعضی وقتا طبق عادت این شکلی میگیرمش. بریم سراغ ریتم دو چهار جدید و آهنگ امیر. یه ریتم خوشگل و جذاب. بچه ها من دو چهار بهتون یاد داده بودم، میگفت یک و دو و یک و دو و یک و دو و.
بعد اومدم یه ریتم دوچار پیشرفته بهتون یاد دادم، گفتم بچه‌ها در اصل میشه بهش گفت یه جور 4/4، بعد من گذاشتم تو دسته دوچارا، چون دوتا دوچار به هم بچسبه میشه 4/4 دیگه، که بود یک و دو و یه مکس و دو و یه پی هز میشد و یه مکس میکردیم. جلسه یه فکر کنم دو جلسه پیش بود، بعد باشی آهنگم اجرا کردیم. پس اینم یاد گرفتیم دوچار پیشرفته. حالا میخوایم یه دوچار خیلی خوشگل تر یاد بگیریم. این دوچار پیشرفته است بچه ها، فقط این دو ضرب اول به جنگی دوتا چنگ باشه، یک و میگیم یک وشو مکس میکنیم، یعنی یک و اینجوری، یا میکنیم این سیم شیشو، اینا به ترتیب IMA سه تا سیم سه دو یکو میگیریم اینجوری میکنیم. حالا واجب نیست حتما سیم شیش باشه، سلیقه یه بستگی به آکوردتون داره، مثل آرپش اینجوری میکنیم، میبینید؟ بعد این خودش میشه یک و. حالا دومون چیه؟ دومون بجه اینکه آپاگادو باشه، همون آپاگادوه ولی به یه شکل دیگه. آپاگادوه چه شکلیه؟ این شستمونو بچه ها اینجوری میزنیم روی این ستا سیم بالا. حالا یه دونم خورد خورده، یه دونم اون صدایی که دلم میخواد میده. میدونم چی کار میکنم بچه ها؟ اینو که میزنم به سمت داخل میزنم، این سیم میخوره به این فرتا، به اون میله فرتای گیتارتون، تق صدا میده. نکنه چه خسته خوشگلی میده. این نرمتر از اون آپاگادوه. اگه بچه آپاگادوهاشون رو خیلی سفت میزنن، خودشون اسم میکنن سفته، میتونن اینجوری آپاگادو بزنن. نگاه، میکنم میزنم، حالا یه دونه و میزنم بعدش، میچسبونم چای میکنم بهش. نگاه، یه مکس، مکس دوچار پیشرفته که اینجا داشتیم، و آپاگادو و ادامه این دوچار پیشرفته، یعنی میگیم فقط بچه ها اینو تو سرعت نمیشه هی اینا رو کند، سخت میشه. من خودم بار اول اونجوری میزنم معمولا، بعد دیگه اینو ساده میزنم، یعنی به چکه اینا رو بکنم اینو دیگه اینجوری میزنم، میکشمش، میگم یک و دو و. میبینی؟ حالا یه توضیح بالترم بهتون بدم بچه ها، اینو کلن بدون اون آپاگادو دومی هم میتونیم بزنیم، اونم قشنگه. نگاه کنید، یعنی بزنیم ام آ رو زدم ها، ولی دیگه آپاگادو نزدم. نگاه کنید، بعد یه نکته دیگه هم توی ریتم جدیده بود، من اومدم به جای اینکه با این بزنم آی و رو، با پی هم میتونم بیام بالا، چون اینو گذاشتم اینجا همه میتونه بیاد بالا، بعد سه تا سیم بالا رو فقط وهم میکنه، این خودش هم قشنگه، یعنی به جای با آی بیام بالا با پی. پس چند مدل من ریتم امروز بهتون یاد دادم، چندین بار بچه‌ها این ویدیو رو ببینید تا کامل متوجه این ریتم بشید. بریم سراغ آهنگ. در ابتدای اجرا خدمتتون عرض کنم که بچه‌ها این آهنگ توی گام دومینور اینجاست. خب ما اگه این دومینور رو بیایم یه دونه عقب بشه سی مینور بی ام، یه دونه دیگه بیایم عقب بشه سی بمول مینور که ماژورش رو امروز کار کردیم با، یه دونه دیگه بیایم عقب بشه لا مینور، من می‌خوام اینجا اجرا کنم لا مینور. به خانم‌ها پیشنهاد می‌کنم اورجینالش، یا حتی میتونن مثلا یه ذره جلو هم بیاد، با باربند بیان همین آکوردی که من دارم میگیرم، بیاین جلو. اگه می‌خواین اورجینال بشه باربندتون رو باید ببندین اینجا. ببین دقیقاً صدای من میشه این امیر تتلو. میگم نمیگم برگرد، شد امیر تتلو. منتها به نظر من اینجا یه ذره بالاست. خب این آهنگ اورجینال، مطمئن باشین تو کنسرت هم احتمالاً امیر اینجا اجرا نمی‌کنه، چون این ممکنه آسیب بزنه به حنجرتون. وارم اپ های خیلی زیاد می‌خواد اینکه بتونین اینجا اجرا کنین. اصراری هم نیست. من لا مینور براتون اجرا میکنم، یک و نیم پرده سه فرت، اومدم عقب اینجا نمیگم برگرد، اینجا با نمک تر میشه برای من، راحت تر میشه، میتونم راحت تر تحریر رو بدم، صدامو باز کنم و اوج بگیرم و اینا، آسیبی هم به حنجرم نمیزنه. حالا اصرار نیست که بریم تو دو مینور اجرا کنیم، اما خانوما میتونن، بالاترش هم حتی میتونن، خانوما هستن که میتونن اجرا کنن، چون این دیگه اینجا دقیقاً اون جاییه که از صدای آقایون وارد صدای خانوما میشیم. اما خانمایی که صدای مثلا آلتو دارن، صدای همچین بیستری دارن، مثلا استرال این سالا خیلی برن جلو، میتونن همونجا اجرا کنن.